مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور عصر روز گذشته دوشنبه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توییتر خبر دستگیری عامل اصلی انفجارهای مرگبار ژوئن 2016 در بغداد را اعلام کرد. وی در این پست فاش کرد تروریست بازداشت شده که قزوان زبعی ملقب به ابو عبیده بغداد نام دارد با تلاش نیروهای امنیتی عراق در یک عملیات برون مرزی بازداشت شد. وی مسئول انفجارهای مرگبار منطقه الکراده شهر بغداد در اواسط سال 2016 میلادی بوده و پس از گذشت بیش از 5 سال از این جنایت دستگیر شد. در بخشی از پیام توییتری کاظمی آمده بازخواست و مجازات عاملان کشتار شهروندان عراقی یک وظیفه ملی است که از آن عدول نمی کنیم. دستور دادیم که برای ساخت بنای یادبود قربانیان انفجار کراده به عنوان بخشی از وفاداری به همه فداکاری های مردم عراق یک مسابقه برگزار شود. حقی که مطالبات پشت آن باشد ضایع نمی شود. گفتنی است تروریست بازداشت شده مسئول و ناظر بر چندین انفجار دیگر بوده، از جمله انفجار انتحاری به وسیله خودرویی که دوم ماه می سال 2016 زائران مرقد مطهر امام موسی کاظم علیه السلام در سالروز شهادت آن حضرت را در تقاطع از دوره این شهر هدف قرار داد و موجب به شهادت رسیدن و زخمی شدن ده ها تن از شیعیان اهل بیت علیهم السلام شد.